سلام بیننده های عزیز، خوش آمد میگم به یه برنامه دیگه الف و یا و همینطور تبریک میگم سال 2022 رو و خوشحالیم که در این اولین برنامه در سال جدید مهمان خانه های شما هستیم. عزیزان، برای سال جدید آرزو میکنیم و دعا میکنیم که سالی پر از اتفاقات جدید و همینجور موفقیت داشته باشید. واعظ این هفته کشیش آلبرت بابایان هستن. خوش آمد میگم کشیش آلبرت عزیز، خوشحالیم که امروز هم با ما هستین و کلامو از شما خواهیم شنید و همینطور به شما سال جدید رو تبریک میگم. خیلی ممنون رومینا جان، همینطورم هم تبریک هم به شما عزیزان، به تو رومینا و همینطورم هم به بینندگان عزیز، و امیدوار هستم برای عنوان شبان این امید رو دارم که کسانی که این برنامه رو گوش میکنن و هیچ شناختی از عیسی مسیح ندارن بتونن ایمان بیارن، بتونن و واقعا این بگم این زیبایی خدا که به وسیله عیسی مسیح دیده شده، محبت خدا رو به دست بیاری و ایمان آوردی و نجات پیدا کنی. این آرزوی منه برای این سال 2022. ممنون هستم، همینطور آرزو منم هست. آمین میگم به این آرزو و دعا. عزیزان، قبل از اینکه وارد کلام بشیم و گفتگوی راجع به تیمای این هفته داشته باشیم که تیمای این هفته هست انجیل چه معنایی میده، انجیل چی هست، می‌خوایم راجع به این با هم دیگه صحبت کنیم. می‌خوایم با هم دیگه یه سرود خیلی زیبا رو که یه ذره ربط به این تیما داره بشنویم، این سرود به اسم کلام بر. پس با هم دیگه این سرود رو می‌بینیم و می‌شنویم تا به برنامه‌مون ادامه بدیم.
خب عزیزان دوباره خوش آمد میگم. بعد از این سرود میخوایم به برنامه‌مون ادامه بدیم و همونجوری که از اول گفتم تمای این برنامه انجیل یا کتاب انجیل یا انجیل چه معنایی داره. خیلی از عزیزا پرسیدم که برای چی ما به کتاب مقدس میگیم انجیل. اگه میشه لطفاً کشش باس آلبرت عزیز اینو یه خورده ما توضیح بدین. خیلی ممنون. چه سرودی اول عالی بود که در مورد کلام صحبت کرده، چون ما ایمان داریم این کلام خدا چقدر شیرین است و خود ما باور میکنیم برای عیسی مسیح که کلام خدای زنده هست. و هر دفعه این سرودم که خودم مینوازم، هر دفعه واقعا یک احساس مخصوصی به دست میره، چون واقعا اونجا تو این سرود خیلی حضور خدا رو حس میکنم. الان این سوالی که کردی، الان کتاب مقدس رو باید نگاه کنیم که از دو تا قسمت هایی هستن، عهد عتیق و عهد جدید. عهد عتیق بیشتر در مورد همون پیدایش صحبت میکنه، به چه دلیلی خدا ما رو خلق کرده، و همینطور در مورد ابراهیم بود که چطور خدا به وسیله ابراهیم قوم خودش و یهودی رو به وجود آورده، و همینطور هم چه ملاقاتی خدا با قوم خودش داره. و اونجاست که شریعت این 10 فرمانی بود که به وسیله موسی داده شده بود. این به هر حال یه داستانی هست و داستانهای مختلف هستن، نبیهای مختلف هستن که پیشگویی میکنن برای آمدن عیسی مسیح. و کتاب انجیل که ما میگیم این در این عهد جدیدی هست که این که با آمدن عیسی مسیح است که این کتاب که ما میگیم انجیل و کلامای عیسی مسیح که اینجا صحبت میکنه و داستان عیسی مسیح و همینطور هم تجربه هایی که خود ایماندارها به دست آوردن. و اونجا این کتاب از عیسی مسیح، زمانی که عیسی مسیح آمد، به این میگن انجیل. خب پس خیلی جالبه، پس از عهد جدید رو بهش میگیم انجیل. برای چی به این کتاب میگیم انجیل؟ انجیل چه معنی داره؟ انجیل من فکر میکنم همه شما میدونی که میشه خبر خوش. من فکر میکنم خبر خوش الان ما میتونیم تقریبا اینطوری مقایسه کنیم که الان تمام دنیا تو در این پاندمی، در این کرونا قرار گرفته، همه توی این سردرگمی زندگی میکنن. و واقعا هفته به هفته، ماه به ماه، همه چی عوض میشه. و الان فکر کنید الان یک شرکتی هست، یک واکسنی به وجود میاره، یعنی خلق میکنه که واقعا ما رو از تمام این ویروس ها آزاد میکنه. و اونجا دیگه خود جمعیت هم میتونن راحت دیگه زندگی خودشون ادامه بدن. الان میبینیم که واقعا تمام دنیا الان در این بگم که ترس زندگی میکنن و هفته به هفته وضع خراب تر میشه. و الان فکر کن الان یک شرکتی هست که یه واکسنی به وجود میاره، میگه تو الان ما داریم این واکسنی هست که الان زمانی که بزنی دیگه واقعا آزاد میشی از این ماسکا، از هم تمام چیزایی که الان ما توی ترس زندگی میکنیم، ما دوباره میتونیم جمع بشیم دیگه، مشارکت میتونیم داشته باشیم. خیلی جالبه. الان نگاه کنین، این به این میگن، فکر میکنم توی حتما توی چیزام هم تو رادیو تلویزیون همه جا اشاره میکنن، میگن برای شما یه خبر خوشی دارن، یه واکسنی آمده و میتونه شما رو شفا بده. آیا واقعا اونجا خبر خوش نیست؟ بله دقیقاً. و الان فکر کنین الان در این قسمت، زمانی که کتاب مقدس رو نگاه میکنی و عیسی مسیح نگاه میکنی، مثل اینکه در دنیا همه در این سردرگمی، در این برها، در این یه زندگی هست که افسردگی، ناراحتی، ترس زندگی میکنی، یهو یه خبری میاد که یک انجیل، خبری خوشی هست که میاد که میتونه تأثیر میذاره روی زندگی من و میتونه زندگی من عوض کنه. به این خاطر الان زمانی که توی کتاب مقدس میخونیم، در کتاب لوقا باب 2:10 اینجا میبینیم که زمانی که فرشته آمد و این خبر خوش، این پیشگویی که کرد، و اینجا به این شبانایی بودن که اون زمانی که عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا آمد، اینجا میگه که ما ترسید زیرا اینک بشارت خوش عظیمی به شما میدهم که برای جمعی قوم خواهد بود، که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده که مسیح خداوند باشد
متولد شده. امان. یعنی اینجا دیگه فرشته ها آمدن به این شبانایی که اینجا بودن گفتن که یه خبر خوشی برای شما داریم. این چه خبری خوشی؟ میگه که نجات دهنده که مسیح خداوند باشد متولد شده. یعنی یه کسی آمده که واقعا یه خبر خوشی است که و اوست که نجات دهنده هست. یه کسی که ما رو مثل اینکه از یک جایی که ما قرار گرفتیم، مثل اینکه تو اسارت قرار گرفتیم، ما رو نجات میده. به این خاطر تو عهد جدید اینجا میبینیم که انجیل مسیح، انجیل یا خداوند که به وسیله عیسی مسیح آمد و متولد شد. ما هفته گذشته هم اینطوره میلاد عیسی مسیح هم جشن گرفتیم و برای این خبر خوشه، یک کسی آمده که ما رو نجات بده و از این دردها، از این ترس و نگرانی آزاد کنه. آمین. شما الان گفتین که ما رو عیسی مسیح آمده تا ما رو از اسارت آزاد کنه. منظورتون چه اسارتیه؟ میشه لطفاً بیشتر توضیح بدین؟ یا اسارت، نه اسارت زندانی که الان ما خیلی خطایی کردیم الان توی زندان قرار گرفتیم. فقط کتاب مقدس هم خیلی واضح در میبینیم در پیدایش اونجا زمانی که خدا آسمون و آسمونا و زمین رو خلق کرده و اونجا اولین باری که اشاره کرده به چه دلیلی خدا انسان رو خلق کرده و اونجا نوشته خدا انسان رو به شباهت خودش خلق کرده و جای دیگه هم اونجا نوشته که چون خدا مقدسه، خدا محبته و هیچ عیبی در خدا نیست و خدا ما رو اینطوری خلق کرده و این هدف اصلا آفرینش بود. برای این شما و من خلق شدیم. ما باید برگردیم به این فکری که خدا داشت، به چه دلیلی خدا ما رو خلق کرده. و من فکر میکنم همه شما دوست دارین اصلا بدونی چرا اصلا به دنیا آمدم. پدر مادرم نبود. ما باید برگردیم به اون اصل، به این فکر خدا، فکری که خدا داشت که خواست ما به دنیا بیاییم. و اونجا میبینیم که چون خدا محبت، کلام خدا الان خیلی زیاد نمیخوام برم تو، ما روزای شنبه مخصوصا برنامه های گذاشتیم حقجویان، اونجا بیشتر همه چی رو باز میکنیم، جا توضیح میدیم که اصلا آفرینش چیه و تمام این لغت هایی که تو کتاب مقدس نوشته چه معنی دارن و اونجا بیشتر اشاره میکنیم. و دعوت میکنم کسانی که اینجا دوست دارن شرکت کنن، روزای شنبه از 8 ژانویه شروع میکنیم، اونجا از ساعت 11 به بعد از طریق اینستاگرام اونجا میتونین لایف با ما باشین و اونجا بیشتر توضیح میدم. اونجا امکانی هم هست که بتونین همینطور از طریق میل میتونین با ما تماس گرفت بگیریم و همینطور تلفن هم که ما چیز کردیم درست کردیم که بتونن با ما هم تماس بگیرن. برای این باعث شد که آدم و حوا چون خدا ما را شبیه خودش خلق کرده و این حق انتخاب رو داده و متاسفانه کلام خدا میبینیم که آدم و حوا برای اونجا فریب خوردن و اون عشقی که خدا داشت نسبت بهشان باور نکردن، گفتن که ما بدون خدا میتونیم زندگی کنیم. اونجا بود که گناه وارد شد و دیگه از اون به بعد دیگه انسان دیگه گناهکار حساب میشد. گناهکار منظوری نیست که الان تو رفتی کارهای انجام میدی. گناهکار یعنی یک کسی هست که بدون خدا، هدفی که خدا داشت که با ما در این اتحاد خلق کرده و با اون اتحاد زندگی کنیم، این از دست داد. انسان مستقل شد و تمام این برحال رفتارهایی که میکنه، عکس العملهایی میکنه، این دیگه همه چی گناه هستن چون خودخواهی توشه، خودمحوری توشه. و اینجا میبینیم که انسان بود که اینجا دیگه گناهکار شد و گناهکار یعنی یک کسی هست که دیگه رابطه صمیمانه با خدا نداره، خدا بیرون از قلبه. و اونجا میبینیم که در متام زمانی که خدا به خواب چیز آمد، خواب یوسف آمد همسر مریم و اونجا گفته که تو خواب آمد، چون به هر حال مریم باکره بود و اونجا وعده داده خدا که به هر حال او از به وسیله روح القدس بچه خواهی زایید و اونجا خیلی چیز یوسف هم ناراحت شدن چطور الان چه اتفاقی افتاده و اونجا خدا رو شکر اونجا خدا به وسیله خواب وارد شد، یعنی به وسیله فرشته، و اونجا به او گفت او همسرت
او پسر خواهید خواهد زایید و نام او عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشون خواهد رهانید. پس اینجا میبینیم که در این قسمت میبینیم که الان پیشگویی میکنه، بگه الان عیسی مسیح میاد که ما رو از گناه آزاد کنه. به هر حال گناه ما رو اتوماتیک توی یک اسارت میبره، توی یک هیچ رابطه‌ای با خدا نداری، تو مستقل هستی و زندگی خودت رو انجام میدی و هیچ محبتی، این محبت الهی که در تو باید باشه این نیست و با قدرت خودت باید برات زندگی کنی و اینه که ترس و نگرانی و آخرش هم میبینی که اصلا نمیدونی آخری بعد از مرگ تو کجا خواهی رفت. کی به تو قول میده، کی به تو اصلا میگه که 100% یک مورو میذاره تو حیات جاودانی رو داره. مثلا خدا ما رو برای حیات جاودانی خلق کرده و به این خاطر اینجاست که میگه که او از اسارت یعنی از گناهاتون آزاد خواهد کرد. و این چیزی بود که در مورد اسارت، یعنی اسارت گناه آزاد میکنه و یا رهایی میبخشه. آمین. در عهد عتیق ده فرمان رو میشناسیم و معمولا اینجوری بود که اگه ده فرمان رو یا همه شریعت رو انجام بدیم اون موقع نجات رو داریم. الان با اومدن عیسی مسیح این هنوز قانون هست یا اینکه چه اتفاق رو افتاد؟ نه الان اگه منطقی فکر کنیم، الان اگه بخوایم تمام شریعت رو انجام بدیم که نجات پیدا کنیم، دیگه اونجا احتیاج عیسی مسیح نداشتیم. اونجا همینطور خود یهودی ها این قانون رو داشتن و هیچ کسی نتونست این قانون رو به هر حال چیز کنه، انجام بده. و اون موقع هم دیگه نمیتونیم بگیم خبر خوش. اگه مثلا میگیم که با قدرت خودم باید شریعت خدا رو انجام بدم، پس خبر خوش کجاست؟ الان عیسی مسیح اینجا میگه که و او خواهد آمد، اسمش عیسی مسیح. عیسی هم همینطور به زبان یونانی میشه نجات دهنده. او خواهد آمد و ما رو نجات خواهد داد. این خبر خوش یعنی یه چیزی هست تقریبا مثل همون میگه مثل کرونا. یا الان آیا واقعا یه کاری میتونی بکنی که از این ویروس آزاد بشی؟ یعنی زمانی که کرونا در زندگی در چی میگن ریهای ما قرار گرفته، تو احتیاج به یه دارو داری. دقیقاً. و اینجاست که ما با قدرت خودمون کاری نمیتونیم انجام بدیم. و خبر خوشی مثل این که هدیه ای هست که خدا به ما میبخشه. بله. و ما با قدرت خودمون کلا نمیتونیم. ما میتونیم شاید مثلا چند تا قانون ها رو انجام بدیم، شریعت رو انجام بدیم. فقط این شریعت انجام دادن، هر کاری هم میخوایم بکنیم، پشتش هم دوباره این خودمحوریه. چون خودمون مرکز زندگی ما شدیم. بله، ممنون هستم. الان عزیزان راجع به این انجیل، راجع به خبر خوش، راجع به این مژده شنیدیم. میخوایم کوتاه یه استراحت بکنیم و این سرود زیبا رو که در هفته های گذشته هم با هم دیدیم و شنیدیم دوباره بشنویم و از این سرود برکت بگیریم. مژده عیسی به دنیا آمد. این اتفاقا این چیز، این سرود هم توی ایران ساخته شده. سرود قدیمیه. بله، سرود قدیمیه. خیلی فکر میکنم مطمئن هستم لذت خواهیم برد. آمین. Shut up.
خب عزیزان، بعد از شنیدن این سرود زیبا مژده عیسی به دنیا آمد، برگشتیم دوباره به برنامه‌مون. کشیش آلبه، شما الان قبل از این سرود توضیح دادین که با شریعت نمیتونیم به هدف برسیم و به کمک احتیاج داریم. الان با شناخت عیسی مسیح چطور میتونیم آزاد شیم یا از این اسارت بگم بتونیم آزاد شیم؟ اگه بتونین رو لطفاً بیشتر توضیح بدین. یا خیلی خوشحال هستم که این سوالها رو که میکنین که بتونیم اینجا یکم بیشتر مطلب رو باز کنیم. برمیگردیم به کلام خدا و اونجا توی مرقس باب 1 آیه 15، زمانی که عیسی مسیح آمد اونجا تعمید گرفت و بعد از این کلام خدا میگه چه روز رفت توی چیز توی کوه اونجا آزمایش شد. بعد از اینکه آمد و زمانی که میخواست خدمت خودش رو شروع کنه، در مرقس باب 1 آیه 15 کجاست؟ اینجاست. اینجا میگه که آمد و عیسی مسیح گفته وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. اینجا پس الان اینطوری تصور کنین، الان میان تمام جمعیتی اینجا هستن و هنوز نمیدونن که عیسی مسیح پسر خدا منجی نجات دهنده هست و عیسی مسیح وارد میشه و میگه تمام شد. تمام شد منظور اینه که الان تمام شد، یعنی تمام شد، یعنی تمام وعده هایی که تو عهد عتیق در مورد عیسی مسیح گفته شده، بینم بیشتر از 300 تا چیزایی بود، پیشگوهایی بود که در مورد عیسی مسیح گفته شده و گفته زود تمام شد. منظور اینه که الان هر چیزی که گفته شده الان من وارد شدم. الان اول میگه وقت تمام شد و اینم برحال یه چیز مثبتیه، یعنی وقتی تو الان مثل این که دیگه راحت باشین، دیگه یه کسی آمده که تو رو نجات بده. و اینجا میگه که وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک هست، یا به شما نزدیک شده است، پس توبه کنید و انجیل به انجیل ایمان بیاورید. پس اینجا خیلی نرمال، و عیسی مسیح هر دفعه هم که صحبت میکرد خیلی نرمال صحبت میکرد که همه بتونن بفهمن. و پس اینجا میگه که پس ملکوت خدا نزدیک هست، یعنی مثل این که ملکوت خدا، یعنی الان فکر میکنم بینندگان عزیز شما دوست داری وارد ملکوت خدا بشین، یا ما میگیم بهشت میشین، بهشت جایی هست که خداست، یا ملکوت خدا جایی که عیسی مسیح اونجا حکومت میکنه و میخواد شما رو دعوت کنه و میگه که ملکوت نزدیک هست چون خودش پادشاهی اون ملکوته. یا و الان دو تا چیزایی بهشون میگه، یعنی به ما میگه، میگه که پس نگفته که برین شریعت رو انجام بدین، برین ده فرمان انجام بدین و تو عتیق 613 تا قانونهایی بود که باید اینجا همه چی رو انجام میدادیم، واقعا دیگه ما همه دیوونه میشدیم. و اینجا میگه که نه، توبه کن و توبه و بازگشته و همینطور به انجیل ایمان بیار، یعنی خبر خوش ایمان بیار، یعنی باور کن که من خبر خوش هستم، من هستم که آمدم، وسیله من میتونی تو برای نجات پیدا کنی. و اینجاست که خدا تمام گناهکاران رو صدا میکنه برای توبه و بازگشت. و این چیزی بود که به هر حال عیسی مسیح اینجا اشاره کرد و میبینی که توی خیلی جاهای دیگه در مورد صحبت میکنه. مثلا میگم خود فریسی ها بودن که زمانی که عیسی مسیح رو میدیدن، چون فریسی ها یا قوم اسرائیل بیشتر دنبال یک نجات دهنده نبود، یک کسی بیاد، یک پادشاهی بیاد ایشان رو از امپراتور روم آزاد کنه که بتونن واقعا زندگی خودشون رو انجام بدن. تصور نداشتن که یک پادشاه بیاد، یعنی یک کسی بیاد با لباس های خیلی ساده و همینطور بره پیش گناهکاران، بله، پیش باجگیران، پیش برای زنای چی میگن بعد و کسانی که خلاف میکردن. و دائما میبینیم که عیسی مسیح دنبال این افراد بود، که آخرش هم میبینیم که خود فریسی ها میگفتن که این دوست گناهکاران رو و باجگیران است. یا پس اینجا میبینیم زمانی که نگاه میکنیم به عیسی مسیح، مثل اینکه خداست که حرکت میکنه، میره به این افرادی که واقعا گناهکار هستن که عیسی رو نجات بده. آمین، بله. یا منو مخصوصا که چیز چی میگن
واقعا میدونن که گناهکار هستن و میخوان آزاد بشن. در این قسمتی که به هر حال پیشگویی شده که او خواهد آمد و از اسارت ما رو آزاد میکنه و همینطور هم ما شفا میده و تمام این زندگی عیسی مسیح رو که نگاه میکنیم، 3 سال و نیم که خدمت کرد، فقط لطف و محبت خدا رو دیدیم، شفا رو دیدیم، آزادی رو دیدیم. آمین. الان که شما داشتین راجع به این داستان‌های گناهکاران صحبت می‌کردین، یاد داستان پسر گمشده افتادم که آخر سر دوباره برمیگرده نزد پدرش. راجع به اینم اگه میشه توضیح بدین که این پسر گمشده چه ربطی داره به گناهکاران، به کسایی که هنوز خودشونو به عیسی مسیح نسپردن. یا همینطور که گفتم که عیسی مسیح برای گمشدگان آمده، این پسر گمشده یعنی خود عیسی مسیح که صحبت میکرد، توضیح میداد و عیسی مسیح خیلی با مثالها صحبت میکرد و مثالها تقریبا مثل داستانهایی هست که خدا میسازه که خودت رو در این داستان ببینی و از طریق این داستان خدا میتونه با قلب تو صحبت بکنه. به این خاطر اینجا پیشنهاد میکنم اگر کتاب مقدس رو دارین، انجیل رو دارین، در لوقا باب 15 است که اینجا نوشته شده. اینجا در مورد 2 تا پسر صحبت میکنه. یک پسری هست که خود پدرش ثروتمند بود، همه چی رو داشت، پسرش گفته که من ببین من سر خودم رو به من بده و و بعد از این گفته من میخوام مستقل باشم، من میخوام زندگی خودم. بعد از این فرار میکنه و میره و بعد از این توی سختی ها میفته، توی چیز تو زمانی که زوجی که زندگی میکرد اونجا قطعی شد، میگن قطعی اومد و همیشه رو از دست داد، هیچ چیز دیگه نداشت. آخرش هم توی یه طویله خوکا اونجا قرار گرفت و اونجا گفته الان پدر پیش پدرم چی داشتی، چه زندگی داشتیم، چقدر خوب بود، الان غلامای پدرم خیلی بهتر زندگی میکنن از من که پسرش هستم. و اونجا به خودش رسید و اونجا گفته که من واقعا علیه خدا و علیه پدرم گناه کردم، من الان بر میگردم جلوی پدرم توبه میکنم، شاید او منو عنوان غلام حتی قبول کنه یا غلام. و چه اتفاقی افتاد در خودش؟ یه چیزی اتفاق افتاد، یعنی دید که ذهنش اشتباه بود، دیدش اشتباه بود و میخواست مستقل بشه، بعد گفته نه الان میخوام برگردم پیش پدرم. من این قدم ها رو این میگم اینجا دیگه تصمیم گرفت بیاد پیش پدرش توبه کنه. اینجا میبینید نه شریعت بود، نه یه چیزهای دیگه بود که باید انجام میداد، بلکه زمانی که رفت پیش پدرش، اینم برای اون زمان هم اوبا نبود یا بوس نبود، اینا شاید مثلا 1 هفته در راه بود، 2 هفته در راه بود و واقعا خورد و له شده بود، گرسنه و تقریبا مثل زندگی ما در این دنیا که هستیم در این حاله. و اونجاست که زمانی که رفت پیش پدرش، شاید گفته شاید پدرم قبول کنه، شاید من اصلا قبول نکنه، بگه همه چی خراب کردی و همه سر خودت رو برداشتی. بعد دیدیم که اونجا پدر اصلا چطور رفتار میکنه و این عیسی مسیح تعریف میکنه و میگه که زمانی که پدر از بالا او رو دید، یعنی از دور او رو دید، دوید پیشش، او رو در آغوش گرفت، اون پسری که بوی خوب میداد و نمیدونم کثیف بود، او رو در آغوشش گرفت و اونجا برای محبتش شروع کرد به بوسیدن. و اینجا عیسی مسیح اونجا میخواد نشون بده این پدر آسمونی شما، این خدایی که شما رو خلق کرده و ما رها کردیم، ما به حال چیز کردیم، یعنی برای بدون بگم تقصیر ما اینطوری نه، ما گناهکار به دنیا آمدیم یا جدا از خدا. وقت عیسی مسیح با این داستان میخواد شروع بگه، یعنی به ما کمک کنه، بگه که خدایی از یه پدری هست که منتظر توست، اگه با توبه و بازگشت برگردی او تو رو قبول میکنه و همینطور از تو یه فرزندی میسازه. و این داستان خیلی خوب نشون میده محبت خدا و همینطور فیض خداست و همینطور چطور خدا ما رو همینطور که ما هستیم قبول میکنه. اون پدر نگفته که ببین پسرم برو اونجا الان لباساتو بشور و همینطور زندگیتو درست کن و نمیدونم هزار تا کارهای انجام بده، بو خوکم میدی و به درد الان نمیخوری، شاید بری تو انبار اونجا کار کن. نه، میگه که با همون حال، با همون بو، با همون وضع، خدا قلب شکسته او رو دید و گفته که
پسرم گم شده بود پیدا شد، مرده بود زنده شد، و بعد از این رو در آغوش گرفت و گفته تو رو عنوان پسرم قبول میکنم. این طوری است که خدا، خدای پدر به وسیله عیسی مسیح که عنوان منجی آمده در این دنیا، میخواد ما رو دوباره بپذیره و میگه که بیا نزد من، هر همین طور که تو هستی، تو نمیتونی زندگی تو رو عوض کنی، تو همون گناهکار هستی. یعنی منظور اینه که طبیعت تو گناهکاره، یعنی تو نمیتونی الان بگی من زندگی خودم رو میخوام عوض کنم و آدم بهتری میشم. یا هر چقدر ما سعی میکنه از این قسمت‌های آدم خوبی بشیم، دوباره جاهای دیگه هست خلاف میکنه. فقط بدی اینه، میدونی چیه؟ که این قلب‌های ما که برای محبت خدا خلق شده، این خالیه، یه خلایی در ماست. خبر خوش میتونم بگم، این مژده یا انجیل، یعنی خدا میخواد بیا در قلب تو، تو این قلب تو که برای محبت خدا خلق شده اونجا ساکن باشه، و اونجاست که آزادی به دست میاری. اونجا هم که زمانی که نجات پیدا میکنی، نه نمیگی که من چون من آدم خوبی بودم و نمیدونم کارهای خوبی کردم و کردم. یا اونجا فقط میگی که من واقعا گناهکار بودم و این فیض محبت خدا بود که منو نجات داده. آرالین، خیلی واقعا داستان جالبی بود و برای همه ما میتونه باعث برکت باشه. پس یه چیزی که از این داستان، از این خبر یاد گرفتیم اینه که خداوند عزیزان آماده هست تا ما رو با آغوش باز، آماده هست تا ما به سمت او بریم و او ما رو همونجور که هستیم دوست داره و مشتاق اینه که ما همونجور که هستیم پیشش بریم. دقیقاً. به یه آیه مهمی که آیه مثلا کلیتی است که توی یوحنا باب 3 آیه 16 اینجا میخوام برای شما عزیزان بخونم. اینجا نوشته زیرا خدا جهان رو، و جای جهان میتونی اسمتون بذارین اونجا، حالا محمد هستین یا رضا هستین یا فاطمه هستین یا هما هستین، میتونین این اسم خودتون اونجا بذارین. و میگه که زیرا خدا جهان رو انقدر محبت نمود، انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد، بخشید تا هر که به او ایمان بیاورند هلاک نگردن بلکه حیات جاودانی رو یابند. زیرا خدا پسر خود رو در جهان نفرستاد تا به جهان داوری کنن، و روی داوری کنه که مثلا بگن که ببین تو این هستی، این هستی. معمولا ما انسانی دوری هستیم دیگه، شروع میکنیم تمام چیزهای منفی رو اعلام کردن، بلکه تا به وسیله او جهان، یعنی فاطمه جان، رضا جان، احمد جان، نجات یابید. آمان. و حیات جاودانی رو به دست بیارید. این آیا خبر خوش نیست؟ آمن. انجیل نیست؟ دقیقاً. آمن. بله از آن این هست انجیل، خبر خوش ما. پس لطفاً توضیح بدین که چطور میتونن عزیزان دعا کنن یا چه دعایی رو میتونن بکنن تا این عیسی مسیح رو دریافت کنن، یا اینکه تا یا نجات رو بتونن دریافت کنن. یا اینو توی بریم توی اعمال رسولان، اونجا همینطور همون سوالهایی بود که چیز میکردن، این قوم اسرائیل میکردن، یهودی ها میکردن. کجا نمی شاید صفحه بعد توبه کنید؟ نه فکر میکنم فراموش کردم اینو بنویسم. یعنی درست اینجاست، اینجاست، پیداش کرد. اینجا میگه که چون قوم اسرائیل هم میگفتن میگه که چه کار کنیم. الان زمانی بود که روح خدا آمده بود و شاگردان پر شده بودن از روح خدا، و از این گفتن که الان چه کار کنیم، چه کار کنیم. و پتروس اونجا ایستاد گفته که توبه کنید و هر یکی از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطاهای روح القدس رو خواهید یافت. یعنی اینجا اشاره میکنه، میگه که هر یکی از شما به اسم عیسی مسیح الان ایمان بیاریم و همینطور آمرزش گناه، یعنی توبه کنید، بازگشت کنید، و بعد از این عطاهای روح القدس به تو، به شما خواهید، شما خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما، یعنی اونجا یهودیا بودند و از قومهای مختلف بودند، و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند.
یا اینطوری است که این حیات جاودانی رو به دست آوردم. یعنی زمانی که یک کسی که روح القدس رو به دست میاره، یعنی روح خداست دیگه، این روح خداست که ابدیه، یعنی روح تو با روح قدوس یک میشه، حیات جاودانی رو به دست میاری، نه بعد از مرگ بلکه همین الان میتونی به دست بیاری. فقط راهش اینه، خبر خوش اینه که عزیزان، خدا میگه توبه کن، اول ایمان بیار به انجیل، ایمان بیار که خدا دوستت داره، ایمان بیار و باور کن که احتیاج خدا به کارهای تو رو نداره، خدا همینطور که تو هستی میپذیره و میخواد گناهای تو رو بشوره، تو رو پاک کنه. و زمانی قلب خودت پاک شد، یا توبه کردی، بازگشت کردی و این بخشش رو از خدا به دست آوردی، اون موقع هست که روح خدا میاد در روح تو، با روح تو یک میشه و اونجاست که حیات جاودانی رو به دست میاری، آمرزش گناه رو به دست میاری و همینطور هم اونجاست که زندگی تو عوض میشه. اینجاست که این روح خدا آرامش رو میاره، صلح رو میاره، شادی رو میاره، تمام خصوصیت های خدا، صفت های خدا در این روح القدس هست و اینو به دست بیاری و این هدیه خداست. و اینجا خدا تو رو خوانده، یعنی ببخشید، خدا تو رو دعوت میکنه برای توبه و بازگشت، دعوت میکنه، بگه عزیزم دوستت دارم، من نمیخوام در این حال زندگی کنم، من دوست ندارم تو این درد و رنج و با ناامیدی زندگی کنی، افسردگی، ترس، من دعوت میکنم بیا و من باور کن دوستت دارم و همینطور من تو رو میبخشم و به صلیب من نگاه کن، اگر به محبت من هنوز شک داری نگاه کن روی صلیب من، اونجا برای گناه های تو اونجا زندگی خودم رو دادم، من تقصیرهای تو رو روی صلیب برداشتم، من که بی گناه بودم هر چیزایی که خطاهایی کردی برای این من مصلوب شدم که تو رو و گناه های تو رو ببخشم. و اینطوری میتونی برحال به اول بخشش رو به دست بیاری و بعد از بخشش همینطور روح خدا، یعنی حیات جاودانی رو. و این زندگی در این دنیا از این دنیا شروع میشه و تا به ابد دیگه مرگ نیست، در تو مرگ نیست، هر موقع که هر اتفاقی میفته، خوبه نه؟ خیلی خوبه. هر سکته قلب هم میکنی خدا دیگه رفتی میشه عیسی مسیح. آمین. احتیاج نیست بترسیم. آمین. ممنون هستم کشیش آلبرت عزیز برای این توضیحاتتون. عزیزان، من مطمئنم شاید بعضیاتون هنوز چند تا سوال دارین، شاید الان بیشتر کنجکاو شدین، همون جور که کشیش آلبرت از اول برنامه اعلان کردن، از هشتم این ماه ما با برنامه جدید، دوره جدید حقجویان در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر عزیزان نمیتونین اینجا در هامبورگ در کلیسا باشین، پس تشویقتون میکنم از این به بعد برنامه های ما رو میتونین لایف آنلاین تماشا کنین. مطمئن هستم که خیلی از سوال های شما به خیلی از سوال‌ها پاسخ داده میشه و اونجا میتونید بیشتر با عیسی مسیح، با این نجات دهنده که الان صحبت کردیم، با این انجیلی که راجبش صحبت کردیم، این خبر خوش رو آشنا بشین و متوجه بشین. خوشحال میشیم اگر شما رو در این برنامه‌ها بتونیم ببینیم. اجازه است بله. حداقل دعای توبه رو بکنن. حتما. مثلا عزیزانی اصلا نمی‌دونن چه کاری باید بکنن. من الان یک دعایی می‌خونم، دعای خیلی خیلی ساده است. مهم قلب شماست. باشما این دعا رو میکنم، اگر دوست داری میتونین دعا رو تکرار کنین، فقط تکرار کنین واقعا با قلبتون، نمیخوام الان فقط به خاطر اینکه من میگم تو دیواری اینطوری باشه، بلکه خودتون هم اینطور این دعا رو بکنین، بگین عیسی مسیح تشکر میکنم که امروز به من این انجیل، این خبر خوش رو برای من آوردی، من هیچ اطلاعی نداشتم از تو، چیزی که من میدونم که من گناهکار هستم، افسار زندگی من در دستای خودم هست، خودم تصمیم میگیرم و به این خاطر زندگی من همینطور در این سردرگمیه. باور میکنم که تو منو دوست داری همینطور که هستم و باور میکنم که برای این گناهی که در من هست تو روی صلیب به خاطر گناه من مردی و این جریمه گناه منو با مرگ جواب دادی و با فروتنی آمدم به حضورت و توبه میکنم، منو ببخش، اعتراف میکنم گناهکارم،
اعتراف میکنم ذات من گناهه و میخوام از تو که منو ببخشی، گناه منو پاک کن و طبق وعده تو به من روح خودت رو ببخش. من تو رو میپذیرم عیسی، عنوان خداوند و نجات دهنده من. تو رو میپذیرم عنوان این خبر خوش در قلب من و بیا زندگی منو دگرگون کن. از تو تشکر میکنم و با ایمان دعا میکنم در نام تو عیسی مسیح، آمین. و مطمئن هستم عزیزان اگر این دعا رو با ایمان کردی، شاید هم الانم شاید برش ما اولین باره، هنوز آشنایی ندارین، شاید یکم در موردش فکر کنین و کتاب بخونین، کتاب مقدس رو بخونین یا انجیل رو بخونین، یا و شاید بعد از یه هفته، دو هفته، سه هفته بیشتر برای شما باز خواهد شد. چون کلام خودم میگه که در متی به 7 اینجا نوشته بطلبید به شما داده میشه، جستجو کنید پیدا میکنید و بکوبید باز خواهد شد. این آرزو رو برای شما دارم که یک روز در باز بشه و روبروی عیسی مسیح بایستین و همینطورم عیسی مسیح رو، محبت او رو دریافت کنید. آمین و آمین. ممنون هستم که آلبرت عزیز برای این پیغامی که برای عزیزان داشتین. واقعا این پیغام خبر خوشه، نه فقط برای ما بلکه برای همه جهان، برای شما بینندگان عزیز. منم یا امیدوارم و آمین میگم که بیشتر بتونیم یا با شما این پیغام انجیل رو بیشتر مکاشفه دریافت کنین، با شما بتونیم بیشتر توضیح بدیم. عزیزان اگر احساس میکنین که بیشتر احتیاج به دعا دارین، اگر چیزایی هستش که دوست دارین راجبش ما دعا کنیم، عزیزانی هستن در کلیسای ما، خادمین کلیسا، که هر روز از دوشنبه تا جمعه از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 شب وقت آلمان خوشحال میشن اگر با شما تماس، یعنی شما بشنورین با اینا تماس بگیرین تا اینها برای شما دعا کنن. فرق نداره موضوع دعاتون چیه، میتونین از طریق شماره تلفن که میبینین، از طریق واتس اپ، یا اگر دوست ندارین صحبت کنین، خوشحال میشیم اگر به ما ایمیل بدین، موضوع های دعا رو به ما بگین و عزیزان حتما برای شما دعا خواهند کرد. ملیم. پس الانم رسیدیم به پایان این برنامه. خیلی خوشحالیم که واقعا شما عزیزان همراه ما هستین و خوشحال میشیم که در هفته های دیگه هم بتونیم مهمان خانه های شما باشیم. پس در دستان خدا باشید و بمانید تا هفته دیگه با یه برنامه جدید الف و یا از طریق همین یوتیوب، چهارشنبه ساعت 8. سه‌شنبه هم گفتی؟ سه‌شنبه رو هنوز نگفتم. هفته دیگه سه‌شنبه قبل از اینکه چهارشنبه بیاد با برنامه الف و یا در خدمت شما عزیزان هستیم از طریق کانال اینستاگرام آلفا و اومگا. اونجا با یک مهمان جدید در برنامه زندگی من با مسیح یه اینترویو لایف داریم، منتظر شما هستیم. خوشحال میشیم که اونجا ما رو فالو کنین، همراه کنین و به خانواده و دوستاتون خبر بدین عزیزان. آمین. پس شبتون خوش تا هفته دیگه چهارشنبه. شب همه شما بخیر. فیض مسیح هم با شما باش عزیزان. آمین. خداحافظ.